سلام به همه دوستانم یک شنبه 17 بهمن 1400 6 فوریه 2022 امروز سالگرد انتصاب مهندس بازرگان نخست وزیری توسط خمینی است که در این مورد باید صحبت کنیم من یک نگاه خاصی به روابط خمینی با بعض از اطرافیانش و روابط اونها با خمینی دارم که حالا به صورت خلاصش رو گفتم اما امیدوارم این روزا فرصت بشه حالا تا قبل از اینکه به 22 به هم برسیم در این مورد که به نظر من شروع یک بنیانگذاری ویژه در ساختار حکومت ایران هست صحبت بکنم اما موضوع بحث امشب من سر صدایی که پیرامون صحبت محمد رضا باهنر انجام شده محمد باهنر برادر دکتر محمد جواد باهنری که همراه مرحوم رجایی در نخست وزیری در انفجار نخستوزی در 8 شهریور 1360 کشته شده خب تا قبل از کشته شدن محمد جواد باهنر از محمد رضا باهنر که همین فردی که در مورد صحبت میکنیم خبر نبود خب به برکت اسم اون آقا اومد نمایندگی دو میان دوره مجلس شد و بعد هم سالهای زیادی نماینده مجلس بود فکر کنم حتی مجلس سوم هم, هم که الان دقیقه یادم نیست سوم که اکثریت در نیروهای چپ به اصطلاح یا اصلاح طلبان فعلی بود گمان میکنم با هنر از معدود راستایی بود که تو مجلس هم حضور داشت حالا 100 درصد مطمئن نیستم ولی گمان میکنم به هر با هنر خیلی زود هم جایگاه خودش پیدا کرد به عنوان یک فرد حالا باهوش در جناح راست جناح اصولگرا و از افراد با نفوذ وقتی که در مجلس چهارم آقای ناطق نوری رئیس مجلس شد با هنر به عضویت در اومد و بعدم در حالا در مجلس ش... چهارم پنجم که بود در مجلس ششم رای بود که در اختیار اصلاح طلبان بود بیشتر در مجلس فکر می کنم هفتم و هشتم و حالا از مجلس هفتم و بعد تا قبل از مجلس اخیر که تا قبل از مجلس دهم ده نه مجلس فعلی تا تا 5 سال 6 سال پیش که مجلس نهم نه مستقر بود حتی تا نایب رئیسی مجلسم هم بالا رفت نایب رئیس اول مجلس و فرد با هم بود در جناهای سیاسی هم فرد موثری یعنی الان دبیرکل اون تشکل اصولگرایانه یعنی همه از در یک تشکلی دارن اصولگرایان مثل معتلفه و جامعه اسلامی مهندسین خود جامعه اسلامی مهندسین که در مقابل انجمن اسلامی مهندسین اینها همیشه انجمن اسلامی معلمین در برابر که مثلا انجمن معلمین انجام اسلامی مهندسین که اصلاح طلبان بودند. در مقابلش جامعه و در جامعه اسلامی مهندسین بود که باهنر را و بودند. بودند. خب ایشون علاوه بر اینکه جا کل جامعه اسلامی مهندسین بود دبیر کل تشکل اصلی اصولگرایان جبهه نمیدونم متحد اصولگرایان همچی اسمی داره ایشون کل اونجا هست خب برای که بدونید تفاوت باهوشی باهنر با سایر اعضای جناه راست چه اینه که در مجلس دهم ده هم با هنر از کسان بود که اصلا کاندیدا نشد و اونایی که کاندیدا شدن هیچکدوم رأی نیوردن اختیار کرسی های تهران افتاد به دست نمایندگان لیست امید که در راست هم آقای با آقای دکتر عارف بود که انصافا خیلی قوقا کرد هم خودش خیلی فعال بود هم جن خوبش جن... پسرش که جن خوب داشت باهنرشون تشخیص داره بود که فضا چطوره اصلا کاندیدا نشد این نشون میده که فرق واهنر رو با سایر عناصر جناه راست که تا آخرین لحظه همیشه تلاش میکردن که خودشون رو تحمیل کنن به انتخابات میبینیم حالا اون گذشته ها بماند که بازم تاکید میکنم به عنوان یک عنصر با در جناه راست خیلی مشهور بود اونی که این روزها دوباره اسم واهنر رو بر سر زبان ها انداخته صحبتی کرده در مورد احتمال بازنگری قانون اساسی و گفته رهبری اجازه بدن بازدیگری در قانون اساسی باید انجام بشه خب این حرف حرف خیلی عجیب نیست هر جای داره میتونه اتفاق بیفته البته در جاهای دیگه دنیا نیاز, نیاز نیست انقدر سرسرا بکنن به مجلسشون حتی در تا حد تغییر در قوانین اساسی اختیار داره اما شو بازنگر قانون اساسی در ایران چه اتفاق میفته بعد نیست بدونید که یکی اصل قانون اساسی داره که بازنگری رو در بعضی موارد کلا ممنوع میکنه که اتفاقا همون اصول گرفتاری اصلی ماست بحث شورای نگهبان بسل به قول خودشون ابتنای قوانین بر احکام شرع و قانون اساسی که همین جایگاه شورای نگهبانه اسلامیت نظام و مواردی که حالا گفته شده حکومت و ولایت امر و امامت امت اداره امور کشور با اتکاب آرای عمومی و دین و مذهب رسمی کشور و یه جایی هم داره که ابتنای کلی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی که حالا این رو شورای نگهبان احراز میکنه خب حتی در قانون است در این اصل 177 که از مواردی که در بازنگری سال 68 به قانون اساسی اضافه شد در همین جا هم با تاکید میکنه که سر از اصول قابل تغییر نیست خب پس اتفاقا اصولی هم قابل تغییر نیست که گرفتاری همش از اونه خب حالا فرض کنیم که میخواد بازنگری انجام بشه ترکیب هیئت بازنگری رو براتون با بر از روی قانون اساسی میخونم بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام یه حکم خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تطمیم, قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می ابلاغ میشه که دو حال برای تغییر قانون اساسی پیش می‌گرده. یکی تطمیم قانون اساسی و یکی اصلاح تطمی یعنی متمم زدن چیزی که قبل از انقلاب رایج بوده و بعد از انقلاب چخ نداشتیم بعد از انقلاب بازنگری مادن اصلا در اصول قانون اساسی بازنگری کردن به رفراندوم گذاشتن از مردم رای گرفت. حالا اینش بماند نکته اولش این بود که ابلاغ بازنگر قانون اساسی به عهده رهبره پس موارد رو همون تعیین میکنه اما ترکیب ترکیبش خیلی جالبه اعضای شورای نگهبان رؤسای قوای سگانه اعضای ثابت مجمع تشخیص مسلحت نظام پنج نفر از اعضای انت... مجلس خبرگان رهبری به انتخاب خودشون ده نفر به انتخاب رهبری خب نه کنم که از اول تا انتخاب رئیس جمهور فرانسه بود خب اونم به نحوی انتخاب رهبری اند اعضا شورای نگهبان که رهبر تعیین میکنه شش تاشون که حقوق دادن توسط مجلس توسط رهبر تعیین میشن مستقیم شش تا دیگه توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد میشن مجلس رای میده حالا در همه دورا وقتی قرار توسط رئیس قوه قضاییه پیشنهاد بشن که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبره عملا این افراد هم که قرار از قوه قضاییه بیان از به نحوی در اختیار رهبر هستن یا سایر قوا رؤسای قوا اعضای شورای نگهبان خب عرض کردم اعضای شورای نگهبان رهبر تعیین میکنه اون شش دیگر دیگه هم رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد میکنه مجلس یعنی واسه اونها هم به نحوی منصوب رهبر هستن اعضای ثابت مجمع تصمیم مصلحت که همشون منصوب رهبر هستن این که میگه اعضای ثابت به دلیل اینکه در جلسات مجمع بعضا بعضی از افراد به عنوان جایگاه حقوقی که دارن در یک جلسه بخ... متناسب با موضوع شرکت میکنن مثل وزرا مثل بعضی از رؤسای کمیسیون های مجلس اینا عضو دائم مجمع نیستن ولی در بعضی موارد میان بعضیشون بدون حق رای و بعضیشون استثنا با حق رای خب اینا هم که اگر قرار بشه تعیین بکنن چه از بین اعضای مجلس خبرگان چه مجلس شورای اسلامی چه دولت اینا همش به نحوی تحت کنترل اونجاست خب پس حالا اونایی که همش رهبر رو بازم که ده نفر به انتخاب رهبر سه نفر از هیئت وزیران سه نفر از قوه قضاییه ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه نفر از دانشگاهیان من یه بار دیگه میخونم اگر مخروط شد اعضای شورای نگهبان رؤسای قوه سگانه اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری ده نفر به انتخاب مقام رهبری سه نفر از هیئت وزیران سه نفر از قوه قضاییه ده نفر از نمایندگان مجلس اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان اگر فرض کنیم که ممکن از ازشون در بره ممکن تو دانشگاه یک کسی رو بر بخوره که به حتما کنترل میکنم اما مثلا حالا فکر کنید از این مجلس هر ده نفر انتخاب کنن آیا فرق میکنه دیگه این مجلس به خصوص مجلس آخری که خیلی قوقاست اون آقای نماینده بودی خیلی دلش می‌خواست انگلیسیشو به رخ ما بکشه داشت متن در مورد برجام می‌خوند گفت که در همین نوشته آنیور آنی تایم یعنی انیور انی تایم حالا به نظر من آنی ور آنی تایم هر کس معلی انتخاب بشه فرق نمی‌کنه یعنی نه یکی از یکی کارآمدتره نه, نه یکی از یکی با شعورتر نه یکی از یکی با غیرت‌تر یا حساس نسبت به ایران و ایرانی فرق نمی‌کنه کی باشن از مجموعه تسمن سنتن که مشخصه سه نفر قوه قضاییه که توسط آیت الله گازگیر انتخاب میشن مشخصه سه نفر از اعضای هیئت وزیران که حتی با انتخاب آیت سه دکتر انتخاب میشن بودن تکلیف مشخصه یعنی فرقی نمیکنه که چه کسی از یعنی مهم نیست قرعه کشی کنند نمیدونم یک گربه بفرستن بو بکشه بردر بیا بیرون دام تور بنزن بگیرن هر ده نفری که از مجلس بیاد بیرون هر سه نفری که از شورای اداره قوه قضاییه بیرون هر نفری که از اه... مثلا اه... هر کم از نهادها میان هیچ فرقی نمیکنه یعنی تفاوتی در اصل ماجرا نمیکنه و مشخصا اون چیزی میخواد در میاد یعنی ببینید هم اعضایی که معرفی میشن کاملا تحت کنترل رهبر هستن و هم موضوعات رو رهبر تعیین میکنه خب ببینید با این کار چه چیزی گیر مردم میاد من وقتی صحبت های باهانه رو شنیدم یاد یا یا تار... یه داستان افتادم میگفتن که یه نفر داشت توی خیابون شب تاریک میرفت اشتباهی وارد یه شد خب یه لاتی اونجا گرفت و شروع کرد به تجاوز کردن این منده خدای داد میزد کمک کمک لاته گفت ببین میل خودت میخواد داد بزن اما کسی اینجا بهت کمک به من کمک میکنه نه به تو واقعا با این ترکیبی که من براتون خوندم و این شیبه بازنگری قانون اساسی اگر انجام بشه کمک به محتجا یا فرد مظلوم این مت... مشخصا نانش در به نفع رهبر جمهوری اسلامی و همفکرانش خواهد بود اما چرا حالا در این شرایط با هنر اومده مسئله رو گفته به نظر من فلاکت جمهوری اسلامی در داخل و خارج به حدی رسیده که ناچار به یک بازکردن یک دکان جدید بودن یک موضوع جدید یک سوژه جدید باز مدت و مردم سرگرم کنن خوشبختانه الان دیگه مردم کمتر گول میخورن ولی هنوز هستن کسانی که گول بخورن به خصوص که ببینیم دشمنان دیروز یعنی رانتق نوری و و خاتمی که در سال 76 در اون حد گسترده و حتی خصمانه با هم دیگه رقابت میکردن حالا مدتی کنار هم میشینن حالا اونش مهم نیست روحانی هم که در دوره 8 سال ریاست جمهوریش اصلا وقتی که خرش از پر گذشت اصلا اصلاح رو تحویل نمیگرفت روحانی هم در جلسات جهانگیری هست و افراد هم هستن خب اینا دوره هم جمعش علتش اینه که به گمانم کفگیر نظام از لحاظ جایگاه داخلی و پایگاه داخلی و خارجی به به خورده و ناچارن که یک شرایط ایجاد کنن به خیال خودشون در مردم یا امید ایجاد کنن یا سوال ایجاد کنن ذهن رو منحرف کنن اما به شما میگم که با این چیزی که من خوندم هیچ فرقی نمی کنه اینو امیدوارم که باز مردم تحت تاثیر قرار نگیرن و متاسفم که کسانی که خودشون رو حامی مردم میدونن در این بازیه را میفتن قرار میگیرن که عملا برای افزایش سرکوب و کرد، محدود کردن هست چه کسی تردید داره که اگر امروز رهبر جمهوری اسلامی دستور بده و افراد رو تعیین کنه برای بازیگر قانون اساسی این تغییر به هیچ وجه در راستای منافع ملت نخواهد بود در راستای حتی به آزاد شدن اندکی از محدودیت هایی که برای مردم هست هم نخواهد شد و تأثیری هم نخواهد داشت پس این بازی که در آوردن که عرض میکنم نتیجهش هم نتیجه همون کسی میشه که تای کوچه بنبست داد میزد کمک کمک اگر کمکی بشه به خامنه میشه و حکومتش اما اینا دنبال این هستن که مردم سرگرم کنن بوی الرحمان مدت هاست به مشام دو جناح رسیده حالا روحانی هم به عنوان امنیتی ترین چهره جمهوری اسلامی در حداقل دوره رهبری خامنه ای اون هم در کنارشون قرار گرفته چون احساس خطر میکنن ببینید در دوره مجلس دو مجلس اخیر و در دولت آقای روحانی جهانگیری کاملا مطرود بود حالا مجلسی که مخالفش باشن اشکال نداره اما روحانی حتی تحقیرآمیز برخورد میکرد الان وضعیتشون انقدر خراب شده که جهانگیری روحانی خاتمی و حالا بعید نیست مثلا تو بعضی از محسن حسن خمینی هم باشن این افرادی که به نظر میرسید که یک مقداری خلاف جریان فعلا حاکم هستن با رئیس اینها این وضعیت اتفاقا باید بر ما مایه امیدواری باشه که میخوان به این بهانه دوباره مردم سرگرم کنن من پیشاپیش به شما گفتم از چی میشه یعنی شما برید به هر کسی که فضای سیاسی ایرانو میشناسه بگید که اولا موضوع بازیگری رو شخص رهبر تعیین میکنه ثانیا افرادی که داخل شورای شهر شرکت میکنن رو رهبر تعیین میکنه و اونها تصمیم میگیرن که چه تغییراتی اعمال کنن هرسته نهایتا این بحث که قانون اساسی به تاثیر رسید بعد به رفراندوم گذاشته بشه مهمون مراحل تغییره حتما اینا چند نفر اونجا خواهند داشت که کار رو به اون نحوی که میخوان پیگیری میکنن و حتما اصلا همونطوری که به نظر من فقط موضوعات رو رهبر ابلاغ نمیکنه نتایج رو هم ابلاغ میکنه و این حالا فقط متاسفم که افرادی در لباس اصلاح طرف یا اصولگرا یا لباس های شبیه این دارن به خیانت به ملت دامن میزنن و تلاش میکنن مردم رو بیهوده امیدوار کنن بیهوده مردم رو سرگرم کنن به یک مسائلی و باز هم ثمر خودشون بارن. عملا کسانی هم که از سفره انقلاب کنار گذاشته شدن به نحوی پاشون به سفره انقلاب باز شد و تغییرات هم که ایجاد میکنم میگم ببینید محمد خاتمی زمان که رئیس جمهور بود میگفتش که صحبت از تغییر قانون اساسی خیانته خب اون آدم مطمئنه اگر الان کاری هم انجام بده وقتی هم حرف میزنه در راستای حمایت نظامی گرنه کسی چه خیانتی به مردم بود اگر کسی میخواست مثلا بازنگری حتی در قانون اساسی بکنه چه خیانتی بود خب با این وضعیت من از گفتم که هم با هنر و دیگران که خیلی خودشون باهوش میدونن بدونن که نه همه مردم هم گول نمیخورن من یادم زمانی که مجلس هفتاد انتخاباتش برگزار شد من یک عنوان درست کردم به تحت عنوان گماشتگان راه یافتگان به مجلس عبارت راه یافتگان عبارت ظاهرا تحقیر آمیز نه ولی عنوان نماینده مجلس برای من در آفتابگی از استفاده نمیکردم یه روز شیخ خدا تاریخانی به من زنگ زد گوشه داد به با باهنر با گفتش که فکر نکن ما نمیفهمیم تو چی داری میگی این اسم دیگه استفاده نکن اگر با تو برخورد میکنه یعنی آدمی که مثلا خیلیشون اصلا متوجه نشده بودن اولین کسی که متوجه شد که ما چه هدفی داریم اون بود و باهونا که به من زنگ زد به هر حال اینهایی که هم دیگه قرار گرفتن آدمایی هستن که همشون خاصیت همشون که ضد ملت ایرانن و اولویتشون حفظ نظامه نه حفظ حتی, حتی کشور حالا مردم که چی حفظ نظامه و ثابت شده که این نظام حفظ این نظام یعنی زیر پا گذاشتن منافع مردم حفظ این نظام یعنی افزایش ناامیدی و فقر در کشور حفظ نظام یعنی روز به روز بی شدن پاسپورت ایرانی حفظ نظام یعنی اینکه ناچارشن به روسیه و آمریکا و چین و به همه دنیا باج بدن برای اینکه نشنن روابط متعادل با کشور دیگه داشته من تقاضا میکنم از دوستان که این بحث رو به خصوص اینکه حالا با موضوع جعلی بازنگر قانون اساسی میخوایم مردم سرگرم کنن از افتضاحاتی که این روز اتفاق که نیاز به گفتن خودتون میدونید من در پایان یک نکته هم اشاره کنم در مورد این معاون پاسگاه نیروی انتظامی در فارس که کشته شده خب حالا بحثه مختلف من در ویدئوی دیروز هم اشاره کردم که به چه عنوان کسی که هنوز در هیچ دادگاهی اتهامش ثابت نشده رو دارن معرفی میکنن به عنوان قاتل فیلمی هم که در من نگاه کردم خود فیلمم خیلی شک برانگیزه اصلا مشخص از این کجاست که این دومین فیلمی که اونم تو شب دوربین مداربسته انقدر واضح نشون میده وقتی که اون فیلم جعلی مربوط به خانم گوهر عشقی مادر ستاره بهش منتشر شد حالا خود ما هم خیلی علاقه من نشانه پیدا کردیم که جعلیه ولی یه سر از متخصصین اومدن از نگاه تخصصی گفتن که این جعله یکی از نکاتی که اشاره می‌شد این بود که کیفیت این فیلم میتونه کیفیت دوربین مداربسته باشه حالا که این فیلمی که از این آقا پخش کشته شده کیفیت خیلی بالاست تو ش... تاریکی شب و از اون مهمتر که نمیگن اونجا چی کار میکرده حالا یه سری شایعات هم درست شده ایناش بماند ولی مهمش اینه که من دیدم که ما... و بعد اون آدمی که به عنوان قاتل نشون دادن که میگم هنوز محاکمه نشده دیدی در چه وضعی که اصلا راه نمیتونست بره خب از اون بارم شروع کردن که ما نیرو انتظامیمون استفاده قادر به استفاده از سلاحش نیست به خاطر نیست به خاطر تضییقات قانونی بیام دستشون باز بزاریم. من یادآوری میکنم به افرادی که ناخداگاه حرف میزنن و حتی بعضشون ممکنه که تحت تاثیر ضرورت داشتن امنیت در کشور به اونا بپیوندن یارتون بیارم که تا به حال چندین دستفروش یا معمور یا آدم عادی که توی خیابون راه میرفته پلیس بهشون ایستاده و نیستن زنان و کشتن بارها اعلام شد که اشتباهی در شده هیچ کس اون موقع حرف دار الان که یک معمور نیروی انتظامی که اصلا مشخص نیست اون محل کجاست این آدم اونجا چیکار میکرده چه چیزی باعث شده که تیراندازی نکنه این که میگن که به لحاظ قانونی دست دستشون بس است به طور کلی دروغه به خصوص در سالهای اخیر جمهوری اسلامی اصلا سخیر نمی‌کنه به نیروی انتظامی به خاطر اینکه نیاز به سرکوبشون داره امیدوارم عبادی روشن بشه اما اینو از این جهت گفتم که یادآوری بشه تحت تاثیر قرار نگیره یه فیلم نشون بدن این فیلم اصلا مثل فیلم زرب فیلم جعلی که در مورد مادر رو بهش درست کردن و کارشناسان معتقد بودن که این کیفیت از فیلم و این مجموعه تصاویری که میده نمیتونه مربوط دوربین مدار بسته باشه این حرف در وضعیت اخیر هم صدق میکنه و وضوح بیش از حد تصاویر خیلی عجیبه از اون این آدم معمول انتظار اول که میاد با ماشین میاد به نظر می دیگه همروش هستن ولی این آدم میره حمله میکنه عجیبه که هیچ واکنشی نشون نمیده و حتی به لحاظ ساختار بدنی به نظر میرسید که اون آدم باید حریف باشه خب در این جای دنیا یکی از در هر در کشور پیشرفته و در کشوری که نه حالا نه تنها پیشرفته کشوری که میخوان زندگی کنن معمور پلیس هم باید از زبدگی برخوردار باشه هم از چابکی بدن برخوردار باشه هم از صبر و تحمل برخوردار باشه اکثر قریب به اتفاق نیروهای انتظامی ما از این ویجیگا برخوردار نیستن برخوردشون شما مرد خوب نیست من متاسفم که وقتی من در این مورد یک پست امروز گذاشتم تعداد زیادی از افراد گفتن حقشه نیروهای انتظامی کار خودش رو تو رفتار میکنه که من خیلی موافقی نیستم به هر حال این شرایط کشور ما و امیدوارم که این بحثا در جامعه مطرح و خودمون هم مجموعه فکری بکنیم برای اینکه چه کار کنیم که روز به روز از این وضعمون بدتر نشه موفق باشید